سلام بر شما در این برنامه. از بحث برانگیز بودن اوضاع حقوق بشری در افغانستان تا بررسی 10 ماهه آن از سوی سازمان ملل، قرار است نماینده این سازمان فردا گزارش 10 ماهه اش درباره اوضاع حقوق بشری و ویژه حقوق زنان در افغانستان را همگانی کند. چرا اوضاع حقوق بشری افغانستان بررسی می شود؟ هدف چیست؟ انتظارات از این بررسی کدام است؟ و برایند آن چه خواهد بود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان این برنامه تفسیر سیاپوش، مدافع حقوق زنان اینجا در کنار ما هستند و صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان تا لحظات بعد در برنامه خواهند پیوست. بانو سیاپوش، به برنامه خوش آمدین. حالا نماینده سازمان ملل در افغانستان از بررسی 10 ماهه اوضاع حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان سخن میزنه، فکر میکنین چرا؟ به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر. متاسفانه ما مردم افغانستان البته در کل در وضعیت قرار داریم که اگر ببینیم یعنی نمیدانیم که تاریخ چگونه ایره شاید بیان کرد و نسل های بعدی نمیدانیم که چگونه شاید ایره حکایت کرد. قسمی که دین مقدس اسلام میگه ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ما کرامت که فرزند آدم بخشیدیم، اما متاسفانه نمیدانیم چرا امروز حق بشری، حق اساسی و حق ابتدایی همه ملت افغانستان نادیده گرفته میشه، بخصوص حق کی؟ حق کسایی که همیشه متضرر بوده، قشر که همیشه متضرر بوده، زنای سرزمین است و دخترای این سرزمین است. ما نمیدانیم که حقوق بشر، سازمان ملل متحد، یونما یا جامعه جهانی در قدر زمان کجا بودن؟ چرا نمیخواین که صادقانه صدا بلند کنند؟ چرا میخواین که همیشه در عد ادعا و شعار باشن؟ و همین قسم حکومت امارت اسلامی چرا نمیخواید باید به وضعیت یعنی کسایی که همیشه متضرر بوده رسیدگی کنند؟ چرا نمیخواین رسیدگی کنند و چرا میخواین که درها را بر روی زینا بسته کنند؟ حداقل برای ما یک دلیل منطقی بگوین. پیش از 11 روز که برای ما میگن حکومت سرپرست میایم، چون اونا از موضوع حقوق بشر دفاع میکنن، میگن حقوق بشر در افغانستان تامین شده. در کجا؟ میایم رویش. اما چیزی که در همین 11 ماه کارنامه سازمان ملل نگاه بکنیم و نهادهایی که مرتبط با اینا هستن کار میکنن در بیرون، نهادهایی که همواره اعلامیه صادر کردن، نگرانی کردن، با همین کارنامه 11 ماهه حالا که به طرفی بررسی میرن، فکر میکنین چی چیز قرار است تغییر بکنه؟ فکر نمی کنم. اگر اونا صادقانه بخواین کار کنن میتونن تغییرات را ایجاد کنن. اگر نخواین مثل 11 ماه گذشته باشن، فکر نکنیم کدام تغییرات مثلا چه کاری کردن میتونست دید شما؟ چه کاری کردن میتونن؟ امروز میتونن که برای حق حقوق همه شهروندای افغانستان توجه کنن. به عنوان از اینکه اونا کسایی هستن که همیشه در سطح جهان یعنی ده حد شعار است که ما توجه میکنیم. اگر توجه میکردن، چرا امروز این گونه وضعیت همه شهروندای افغانستان بخصوص زنای افغانستان این گونه هست؟ هر روز محدودیت ها بالایشان وضع میشه. چرا نمیخواین که با حکومت امارت اسلامی تعامل کنن که امروز وضعیت که خانم های سرزمین داره بتونه بهترتر و خوبتر شود؟ فقط در حد شعار است که ما میبینیم. از برخورد سازمان ملل در قضیه افغانستان، مخصوصا اوضاع حقوق بشری به ویژه زنان، چی است؟ برخورد ابزاری است یا اینکه برخورد واقعی؟ برخورد نیست که امروز بتونن از حق حقوق مسلم همه شهروندای افغانستان بخصوص کودکا و زنا دفاع کنن. همه گیره میدونن و همه گی شاهد است. اگر اونا صادقانه میخواین که دفاع کنن، پس کجاست؟ پس چرا امروز ما نمیتونیم به یک نتیجه مثبت برسیم؟ چرا هر روز وضعیت وخیمتر میشه؟ چرا هر روز وضعیت بدتر میشه؟ چرا وضعیت بهتر نمیشه؟ ببین که ما از سازمان ملل متحد امیر حداقل بپرسیم. حداقل شما که میخواین سر 11 ماه کارهای حکومت امارات اسلامی یعنی گزارش جمع آوری کنین، شما بیاین که در مورد کارهای خود گزارش جمع آوری کنین که شما چه کارهایی را کردین، شما چگونه خواستین که به حق و حقوق یعنی صدها نه به میلیون ها شهروند افغانستان توجه کنین، بخصوص قشر که همیشه متضرر بوده زنا، شما چی کار کردین؟ حداقل بیاین که ما مردم افغانستان از اینا پرسان کنین که شما چی کردین. همگی شاهد است که کار نکردن، فقط صدا را به عنوان بلند کردن که شعار بوده. اگر شما عملکرد سازمان ملل به عنوان یک نهادی که مسئولیت داره در قبال کشورها و طبیعتاً افغانستان هم شامل میشه، چند نمره میتیم؟ من فکر میکنم هیچ نمره شاید نداشته باشه، چرا که امروز این وضعیت
میلیون ها شهروند افغانستان قرار داره، بخصوص میلیون ها زنای سرزمین و میلیون ها دخترای این سرزمین قرار داره. پس چگونه ما بتونیم که بر از اونها نمره داشته باشیم یا بگیم که نتیجه مثبت بوده؟ خودشان هم میدونه، هم ملت شریف افغانستان هم میدونه. پس چگونه امروز اونها خاموشی رو اختیار کنن و چگونه میخواین که گزارش را باید اونها آماده کنن؟ از چی میخواین اونها گزارش آماده کنن؟ بله، از این گزارش آماده میکنه که همیشه اینا متضرر بوده، همیشه اینا تحت ظلم بوده و همیشه اینا حقایشان سلب شده. میخواین این گزارش آماده کنن، حداقل شما گزارش آماده کنین که بتونیم بگوییم بله در 11 ماه گذشته شما چیکار کردین و حکومت امارات اسلامی چیکار کرد. بله بانو سیاپوش، موضوعی که پیشتر شما حالا در مورد سازمان ملل مطرح است که هماره اعلامیه صادر میکنه ولی با واکنش امارات اسلامی روبرو است، رد میکنن، به بنیاد میخوانن، میگن این گزارش ها نادرست است، شما حتما تعقیب میکنین که مقام های امارات اسلامی سخنگویانشان رد میکنن و مهمتر میگن این بحث داخلی است، بحث داخلی افغانستان است که در مورد مسائل حقوق بشری خود افغان ها باید تصمیم بگیرن. یقینا در صورت تصمیم گیر میباشن که اونا در تعهدشان استادگی کنن. پیش از 11 ماه ما وضعیت می بینیم که چگونه است. در صورتی که دخترای این سرزمین در حق حقوق اساسی و ابتداییشان یعنی رسیدگی نشه، به او توجه نکنه، پس ما چگونه بتونیم که بگوییم شما رسیدگی کردین؟ اگر امروز حکومت امارات اسلامی واکنش نشان میده، در کدام صورت واکنش نشان میده؟ شما بیاین به حق حقوق همه شهروندای افغانستان توجه کنین، به خصوص حقوق که بارها تکرار میکنین که همیشه متضرر بودن. بله. و اونا درست است کی یعنی کاری هست که کار داخلی است، اما شما در صورتی که توجه نکنین جهانیان ناگزیر است که صدا بلند کنن، اما جهانیان هم قسم صدا بلند نکده که امروز بتونن از حق و حقوق میلیون ها شهروند افغانستان دفاع کنن. کمگیر شاهد است نه تنها در حکومت امارات اسلامی بلکه در حکومت های دیگه همچنان فقط در حد ادعا بوده. ما مردم افغانستان همیشه در حد ادعای دیگرا وابسته بودیم و هیچ وقت نخواستن که ادعا را چیکارن عملی کنن. متاسفانه. بسیار زیاد تشکر آقای انصاری، سلام بر شما. شما به برنامه خوش آمدین. شما در صحبت های قسمتی از صحبت های بانو سیاپوش شنیدین انتقاد سخت داشتن به کارنامه که حالا عمل کرده سازمان ملل و نمایندهش که در افغانستان حالا قرار است اوضای 10 ماهه حقوق بشری را در افغانستان بررسی کنه و در اون طرف انتقاداتی هم به حکومت سرپرست داشتن و شما چطور میبینین به همین موضوع پس از 10 ماه قرار است چی چیز بررسی شود و فعالیت هایی که نهادهای بیرونی مخصوصا در مورد حقوق بشر میگن برای چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به شما خانم سیاپوش، همکاران عزیز و بینندگان معزز السلام علیکم و رحمت الله. سلام. متاسفانه رولی که اداره ملل متحد و نهادهای ملل متحد در افغانستان بازی میکنن رول چندان مثبتی در راستای ترقی، تعالی، پیشرفت و رفاه و فلاح و بقای ملت افغانستان نبوده. در نیم قرن اخیر و شاید در قبل خوب بوده، ولی در نیم قرن اخیر ظلم و ستم و جنجال ها و جنگ هایی که بر ملت افغانستان حاکم است، مسائل حقوق بشری، مسائل ترقی و پیشرفت افغانستان، ملل متحد رول همچو ملل متحد بازی نکرده، بلکه با دول و نهادها و مافیا و گروپ های مختلفی اینا در جریاناتی بودن. رولی که فعلا بازی میکنن یا دیروز بازی میکنن، خصوصا اداره یوناما، رول یک مستوفی و یا حساب کننده است که چند نفر در کدام انفجار کشته شد، چند نفر زخمی شد، کی چی کرد و غیره، و یک راپور هم نشر میکنن، مثل که یک رسانه راپور نشر میکنه، مثل که یک اداره کوچکی تحقیقاتی نشر میکنه. در اصل رول اصلی و کار و مسئولیت و مندیت ملل متحده اینا فراموش کردن. فکر میکنین چرا؟ نمیدانیم که چرا. شاید سلطه قوی ایالات متحده امریکا، کسی که به اینا نان میته، فرمان میتهشان و چیزی که اونا شاید میخواین به مشکل رول بازی میکنن. به خاطر ملل متحد اداره باید میبود که همه کشتارها و جنایاتی که از طرف جنایتکاران بین المللی و یا هم در داخل بر ملت افغانستان تحمیل شده بود یا عملی شد، در مقابل از او باید به صراحت و وضاحت و با جرأت و شهامت استادگی نشان می دادن. و در مورد نجات ملت افغانستان،
هم نجات زندگی و عزت و شرف و آزادیشان، هم پیشرفت و ترقی علمی، فرهنگی، اقتصادیشان، اینها باید رول مهم را بازی میکردن. من حیث یک نهادی که خود چتر ملل جهان، ملل متحد و همکار و دوست جهان میدانه، این دوستی خود باید نشان میداد و شما هنوزم باور دارین به همون مسیری که در گذشته بوده و هنوزم همون مسیر اشتباه را پیش میرن به باور شما درست؟ و آقای انصاری، این 11 ماه را نگاه بکنیم، نهادهای بیرونی که ادعای ای را دارند که از ما حامی حقوق بشر هستیم، حامی حقوق زن هستیم، اعلامیه صادر میکنند که مثلا میگن افغانستان بدترین، یعنی یک دوره بسیار سخت و دشواره از بود حقوق بشری سپری میکنه، ولی امارت اسلامی رد میکنه، میگه که بهترین دوره را سپری میکنه و میگن که حقوق بشر در افغانستان تامین است. حالا بحث حقوق زنا در میان امارت اسلامی و جامعه جهانی در چه آزمون قرار گرفته؟ ما باید در کل مسائل در نظر بگیریم و بحث بکنیم. وضعیت فعلی زاده وضعیت های قبلی بوده، زاده حکومت های قبلی بوده، زاده رهبری نادرست قبلی بوده، زاده تحمیل جنایتکاران قبلی بر حرکه قدرت در نظام های قبلی نیم قرن اخیر یا جاری بوده که متاسفانه ما را به سرنوشت دوچار ساخته. از تهاجم اتحادیه جماهیر شوروی که تمام مللش اعضای ملل متحد بودن، از تهاجمات امریکا و ناتو و غرب که تمام اعضایش اعضای ملل متحد بودن و ملل متحد، اداره ملل متحد با اینا شریک بوده، در مقابل هیچ جنایت اینا با قوت تام استادگی کرده نتانستن. ملل متحد قوای حافظ صلح داشت، 45 سال یا نیم قرن میشه بر ملت افغانستان جنایات تحمیل بوده، هیچ گاهی اینا به شکلی که در دادفور سودان اینا مداخله کردن، به شکلی که در افریقای مرکزی اینا مداخله کردن، در به شکلی که در کشورهای دیگه مداخله کردن. ده ها بار ما پیشنهاد کردیم که قوای حافظ صلح ملل متحد باید به جای قوای جنایتکار امریکا و ناتو در مورد افغانستان از کشورهای که در مسائل استخباراتی و نظامی افغانستان دخالت نداشتند، قوای حافظ صلح تشکیل شود، مثل مالزی، مثل ژاپن، مثل اندونزیا، و اینا بیان به مردم افغانستان کمک بکنن من حیث یک ملت متحد. این ملل متحد که متاسفانه همچو رول های مثبتی را بازی کرده نتانستن و اینا شریک و یا هم در انظار مردم افغانستان ملامت و مجرم هستند در قبال مسئولیت های مردم افغانستان. بانو سیاپوش، دنیا میگه که محدودیت ها بر زنا وضع شده، امارت اسلامی میگه که نشده، و شما چی میگین؟ باید توجه به این که در یک رده بندی تازه که از سوی مجمع جهانی اقتصاد افغانستان در میان 146 کشور به عنوان بدترین جای برای زنان در جهان شناخته شد و این گزارش امارت اسلامی چند روز پیش ما داشتیم رد کردن. متاسفانه نمیدانیم با کدام عنوان اینا خواستن رد کنند. فکر میکنم تا جای واقع داره. حق ابتدایی و حساسی میلیون ها دختری سرزمین که نادیده گرفته میشه، پس چگونه بگو شما میتونین که رد کنین؟ با یقین دیگه هستی در صورت که میدانین که حکم خداوند است، فرض دانسته شده بالای همه مؤمنین، بالای زن و مرد، اما امروز درها بروی میلیون ها دختر بسته است، اونا هیچ امید از آیندهشان نداره. پس این واقعیت داره که بدترین جای برکیز بر زنا است. اگر اینا به اساس تعهدشان که میگن به اساس شریعت اسلام، در چارچوب شریعت اسلام اینا که ادعا کردن پیش برن، ایره مطمئن باشین که یعنی بالاترین موقف از زن مؤمن و زن افغان میداشته باشه. اما امروز ببینین خاص زنا چیست از اینا؟ خاص کار است، خواست نان است و خواست از که درهای مکتب بروشان باز شود و خواست آزادی مطابق با دین مقدس اسلام است. بانو سیاپوش، در مورد خواست کار آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت که در جاهایی که زنان نیاز بودند و در اون جاها زنان در نظر گرفته شده، مثلا وزارت صحت عامه را گفتن و به برخی جاهایی که مثلا میدان هوایی باشه یا جاهای دیگر، ریاست پاسپورت هم مطرح کردن، گفتن تأمین شده حقوقشان. در کجا تأمین شده؟ ما نمیتونیم خلاصه کنیم به چند وزارت و به چند نهاده.
شما چگونه میتونین که نیمه پیکر جامعه را نادیده بگیرین؟ میگه حمایت از حق زنا و دخترا، میگه حمایت که کودکار از گرسنگی و جامعه را از فقر نجات میدیم. پس شما چگونه میتونین عنوان کنین فقط چند وزارت را؟ نیمه پیکر جامعه را شما چگونه میتونین که نادیده بگیرین؟ چگونه میتونین که درها را امروز بر رویشان بسته کنین و محدودیت ها را هر روز از طرف خود بالایشان وضع کنین؟ ما بازم تکرار میکنیم، ما مطابق به شریعت اسلام میخواییم، ما مطابق به دین مقدس اسلام میخواییم چیزی که برای ما حق و حقوق داده او را در نظر بگیرن. بیاین که امروز ما ادعای نکنیم که بر حق نباشه. اگر امروز ما تعهد میکنیم، بیاین که با تعهد خود استادگی کنیم. تا چه وقت باید ما مردم افغانستان بشنویم؟ تا چه وقت باید ما به گفته های زینا گوش کنیم و تا چه وقت منتظر زی باشیم که اینا عمل میکنن؟ امروز روز عمل است که باید حکومت امارت اسلامی به دردهای دیری نی همه ملت افغانستان توجه کنن. امروز ببینین که جوانای ما با چی حالت سردچار هسته، ولی از خدا ببینین با چی وضعیت هستن. امروز هر کشوری که اینا میره دوباره پس بر افغانستان اونا فرستاده میشه، با وضعیت فرستاده میشن که هیچ اصلا امید نمی داشته باشه. امروز ببینین که وضعیت اقتصادی به کجا رسیده. پس ما تا چی زمان باید منتظر باشیم؟ حکومت امارات اسلامی چه وقت میخواد که شروع کارش را نکنه؟ نه تنها در قسمت زنای سرزمین، همه مردم افغانستان امروز با مشکل مواجه هستن. تا چه وقت باید ما منتظر باشیم و تا چه وقت باید اینا واکنش نشان بدن؟ شما نباید واکنش نشان بدین، شما باید کسایی باشین که به حق و حقوق همه شهروندای افغانستان توجه کنین. درست است که شما یک حکومت تازه هستین، تازه تشکیل هستین، ما درک میکنیم، ما نمیخوایم که شما آنن بر ما آماده کنین، حداقل بالای زی فکر کنین. بیش از 11 ماست چرا درهای مکتب بسته است برای میلیون ها دختری سرزمین؟ چرا امروز خانم ها در خانه است؟ چیزی که بسیار متاثر کننده است، امروز خودشان این حکم صادر میکنن که خانم ها باید در خانه باشن، اما امتیازات معاشات از اونها کم میشه، در صورت که از آقایان کم نمیشه. تا چه وقت ما باید بی‌عدالتی را تحمل کنیم و تا چه وقت باید ما در ظلم قرار بگیریم؟ حکومت امارات اسلامی چیزی که تعهد میکنه باید به تعهدشان استاده شود، به حق حقوق همه شهروندان افغانستان توجه کنند و همین قسم به حق حقوق قشر که همیشه ما تکرار کردیم متضرر بودن توجه کنند و درهای مکاتب هر چیز زودتر باز کنند. بسیار زیاد تشکر آقای انصاری. همین داستان بحث حقوق بشر که کشورهای غربی هر روز اعلامیه در واقع سرخط خبرها میسازن و در این طرف امارت اسلامی روی کرده را که در پیش گرفته و بانو سیاپوش هم انتقاد داره و شماری از زنان دیگر هم هر روز انتقاد میکنن، به کجا خواهد رسید؟ سرانجامش چی است؟ متاسفانه به شکلی که حالات جریان داره من فکر میکنم به جای مثبت رسیدگی ممکن هم نخواهد بود و مشکل است و شاید این خیال است و محال است و جنون. من فکر میکنم که نه تنها مردم افغانستان از این راستا زجر میبینن نسل فعلی، بلکه این زجر و شکنجه دیرینه که بر ملت ما تحمیل شده، چی از طرف اجنبیان چی از طرف خود ما، نسلای آینده ما را بسیار شدید متاثر میسازه و ما را از ترقیات جهانی باز میداره، قسمی که باز ماندیم از مسائل علمی، فرهنگی، اقتصادی و به یک رکود و سقوط اشد شاید ما را مواجه بسازه. در این راستا مسئولیت نهاد یا آدرسی که خود امارت اسلامی میدانه، مسئولیتایشان نه تنها از آدرس بشری و انسانی بلکه بالاتر از او من حیث خلیفه الهی، من حیث نماینده دین الهی مکلف است که فرامین الهی را در این سرزمینی که اینا مسئولیت دارن تعمیل بکنن و بر مردم تحمیل بکنن و بر خودم گریز از فرامین الهی، تعطیل در فرامین الهی یا در راستای فرامین الهی و ارشادات و شریعت محمدی، فکر میکنیم که ما را به جای فلا و بقا به طرف سقوط و رکود رهبری میکنم و ای باید جلوگیری شوه به شدت، به جدیت و به زودی. هر لحظه و هر ثانیه که ما تعلل میکنیم، نظام یا مسئولین تعلل میکنن، وقت و کشی میکنن
میکنن، وقت ضایع میکنن و جهانی هایی که در این راستا عدم همکاری خود اعلان کردن، افغانستان تباه کردن، افغانستان بمبارد کردن، افغانستان با بارود و خون آلوده ساختن، افغانستان حقیر و فقیر ساخته و امطوری ها کردن، این یک جنایت بزرگ است که از طرف جهان و ملل جهان بر ضد ملت مسلمان و بیچاره و مظلوم افغانستان. جنبندی شما چی است؟ خیلی کوتاه اگر بگوین در آینده نزدیک تغییراتی را شاهد خواهیم بود با توجه به اینکه اینا بررسی میکنند در این طرف امارت اسلامی موضع‌گیری های خودش دارند. خداوند عزوجل بسیار با صراحت میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بشک خداوند حالت قوم را تغییر نمیده تا خودشان حالت خود تغییر نتن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم هوشدار میده بسیار با جدیت که الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، خبردار همه شما شبان هستین و همه تان در مقابل رعیتتان مسئولیت دارین. کسی که به سمت امیرالمومنین نشسته مسئولیت از او از همه ملت افغانستان بیشتر است، نه تنها در مقابل ملت افغانستان بلکه در مقابل خدا و رسولش پاسخ ده است. کسی که بر کرسی و حریکه قدرت به نام رئیس الوزراء و معاونین سی معاونینش نشسته، اونا باز در رده دوم، و کسانی که به حریکه قدرت در وزارت و ریاست و آمریت و یا شما در جای در کرسی گرداننده برنامه، ما و خانم سیاپوش در کرسی های کارشناس یا هم اهل نظر نشستیم، اگر ما تعلل میکنیم نه تنها در برابر ملت و نسل فیلی، نسل های آینده و اله العالمین پاسخ ده خواهد بودیم. ما از همه خواهش مند استم که بیاین همین مسئولیت های خود به دقت و جدیت عملی بکنیم، بشناسیم و حالت فلاکتبار و هلاکتبار از این کشور قسمی که خداوند می فرماید که بیشک خداوند حالت قومی را تغییر نمیده تا حالت خود تغییر نتن، این حالت هلاکتبار به احسن الحال تبدیل بکنیم، مسئولیت های خود بشناسیم. همون تو شبانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را خوانده، همون تو شبانی بکنیم و نگذاریم که ملت ما را، مردم ما را دیگه کسی به طرف تبایی سوق و رهبری بکنه. بسیار زیاد تشکر بانو سیاپوش. با توجه به صحبت هایی که در این میز امروز شد و آقای انصاری هم از عمل کرده جامعه جهانی انتقاد داشت و شما هم انتقاد داشتین، و چیزی که امارت اسلامی هم میگه که این موضوع داخلی است، نباید کشورها مداخله بکنه، حالا من روی که این که مسئولیت میان حکومت سرپرست و مردم که زنا یک بخش کلانی از جامعه است، که در عمل چه گام های از دید اسلام برداشته شود؟ چیزی که مهمتر است، اولین کاری که باید حکومت امارت اسلامی انجام بده، درست است که کار داخلی است، پس کار داخلی است، شما باید درهای مکتب برای میلیون ها دختر باز کنین و همین رقم به حق و حقوق دیگر خانم باید شما توجه کنین. امروز اگر ما ببینیم افغانستان نیاز داره به نیمه پیکر جامعه، فعالیت هایی که اگر ببینیم امروز، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی در همه رسته ها خانم ها را اجازه بده که فعالیت های خودان داشته باشن مطابق به دین مقدس اسلام. ما بازم تکرار میکنیم، میخواییم اگر حکومت امارت اسلامی توجه نکنه در این قسمت، بدانیم که ما نمیتونیم بگوییم که هم ملت افغانستان آینده بهتر میداشته باشه یا حکومت امارت اسلامی بگوییم ادعا کنیم که میتونه که آینده بهتر و خوبتر داشته باشه. باید حکومت امارت اسلامی خودش اول توجه کنه که چگونه بتونه به حق میلیون ها انسانی که امروز زندگی میکنه بازارها مشکل در افغانستان چگونه باید توجه کنن، نه تنها حق زنا را در نظر بگیرن. امروز حق همگی ملت افغانستان پایمال است، نه تنها از زنا، اما از زنا بیشتر پایمال است. باید توجه کنن تا همه مردم افغانستان امیدوار شود. امروز خشونت ها میدونین که افزایش پیدا کرده در بین خانواده، بخصوص در قسمت خانما، چرا که وضعیت اقتصادی خانما امروز خوب نیست. و امشب ما گزارش داشتیم که یکی از ما 27 تن خود خودکشی کردن. حتی ازدواجای اجباری دوباره تکرار میشه، شروع شده زیر سن شروع شده. چرا میگه که اینا آیندهشان نامعلوم است، حق حقوق مسلمشان، حق ابتدایی و اساسی از اینا سلب میشه؟ اینا خوب است به گفته بزرگای ما بگه پشت بختشان بره. خشونت ها پس شروع شد. اگر حکومت امارت اسلامی کار نکنن و شروع کار نکنن، پس بدانی که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، نه تنها در قسمت بانو، در قسمت همه شهروندای افغانستان خشونت ها یعنی زیاد میشه. امروز ببینید سرقت ها دوباره شروع شده در خیابان ها،
پس چرا امروز مردم فقیر است، گرسنه است، مجبور است که سرقت کنه و فردا پس فساد اداری زیادتر میشه در جامعه افغانستان؟ حکومت امارت اسلامی مسئولیت داره که باید به خاص همه ملت شریف و مظلوم افغانستان باید توجه کنند و گوش شنوا داشته باشه. میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما است. سپاسگزارم بان سیاپوش و آقای انصاری به بحث امشب خوش آمدین. به همین ترتیب برسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. وقت بخیر.